زاکانی نماینده مدعی مبارزه با فساد و توجیه زایمان دخترش در سوئیس. به کیوسک خوش آمدید. ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌ها درباره دو تابعیتی بودن دختر او و محل تولد نوه‌اش را شایع خواند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره زندگی و تحصیل دختر زاکانی در سوئیس و تولد نوه‌اش در این کشور منتشر شده است. موضوعی که برخی بر این باورند دلیل رد صلاحیت برخی نامزدهای ریاست جمهوری در این دوره بوده است. اما ستاد انتخاباتی زاکانی در بیانیه اعلام کرد واقعیت این است که شایعه دو تابعیتی بودن و سکونت دائم در سوئیس صحت نداشته و وی حدود یک سالی است که پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشت است. این ستاد با یک توجیه خنده‌دار و بچگانه اضافه می‌کند در خصوص تولد نوه علیرضا زاکانی در سوئیس نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که زمان به دنیا آمدن وی همزمان با پایان ترم دوم تحصیل دخترشان بوده و چون تاریخ تولد نوه ایشان تنها دو روز با امتحان آخرشان فاصله داشته، عملاً امکان تولد کودک در ایران وجود نداشته است. این بیانیه می‌گوید دختر زاکانی از بورسیه استفاده نکرده و در رشته علوم اجتماعی محاسباتی که معادلی در دانشگاه‌های ایرانی ندارد، در سوئیس تحصیل کرده است. زاکانی روز گذشته در این زمینه گفته بود معلم‌های دخترانم می‌گفتند هوای اینها را داشته باشید، خواستند. دخترم گفت من می‌خواهم در رشته‌ای که در ایران نیست تحصیل کنم. گفتم استقبال می‌کنم که تو بروی این پرچم افتخار را بگیری. گفته شده دختر و داماد شما ساکن سوئیس هستن، اقامت دائم سوئیس دارن. دروغ دیگه. توضیحتون لطفا. از این دروغای در واقع دروغ زیاد بازی ما میگن. دختر من سه تا دختر دارم و خدا من لطف کرده خانومم و دخترها، یعنی خانواده من مایه افتخار بنده هستن. من این سه تا دختری هم که دارم، دختر بزرگم هر سه تاشون ازدواج کردن، چهار تا هم نوه دارم. سه تا دختر مؤمنه، فعال و عالم و تلاشگر. این مربوط به دختر دوم من هست، مربوط به دختر دوم بنده هستش. دختر دوم بنده من از معدل الف های دانشگاه شریفه، رشته کامپیوتر. همسر ایشون هم در واقع همون دانشگاه شریف فارغ التحصیل هست. ایشون اومد با من صحبت کرد، به من گفت بابا من ادامه رشتم به واسطه شرایط ویژه‌ای که داشت، اساتیدشون تعریفش رو به من میکردن، گفتن هوای این دختر داشت. از دوره دبستان هم اینجوری بود، معلماش به ما میگفتن که هوای اینها رو داشته باشید، اینا یه ویژگی خاصی دارن، این دخترها خاصه، این دختر دومون هم ناظر بهش. ایشون مد گفتش که من میخوام خدمت کنم به کشور. الانم لیسانسم رو مهندسی مهندسی دانشگاه شریف گرفتم با معدل الف و میخوام تلاش کنم برم رشته‌ای که داخل کشور نیست. من بهش گفتم بابا جان اگه رشته هست خارج از کشور که داخل کشور نیست و کشور نیاز داره، بنده اقبال دارم و استقبال میکنم تو بری این پرچم افتخار رو شاگردی کنی، بگیری و داری بری داخل کشور. رشته علوم انسانی دیجیتال که حدود چند سال بیشتر نیست دنیا افتتاح در واقع راه اندازی شده بعد از آمریکا. دانشگاهی که ایشون رفت دانشگاه ده رنگ ده اروپاست و ایشون نه بورسیه شد نه چیزی، یعنی کارهاش رو فرستاد، ایشون رو پذیرش کردن، کارهایی که انجام داد مثلا. و بعد هم وقتی که رفت یک سال و نیمه درس دو ساله رو خوند، یک سال پیش هم به کشور برگشت. الان منزل ماست. اون روز میخندید و هم گفت بابا اینه که دارم میگم راجعه من دارم میگم. گفتم حالا خجالت نمیکشن دیگه راجعه. یعنی داماد و دختر شما الان ایران بله. مرداد ماه گذشته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون قوه قضاییه که خواستار ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور شده بود گفته بود طرح ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در پست های محرمانه در دستور کار کمیسیون است که تبصره ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج را هم به آن
الحاق میکنیم. شماری از فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی از حسن روحانی تا علی لاریجانی و معصومه ابتکار در خارج از کشور اقامت دارند. آبان ماه گذشته محمد غرضی وزیر پیشین نفت ایران در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به دعوای بین اصلاح طلبان و اصولگرایان گفت که 5000 تن از فرزندان مدیران اصلاح طلب و اصولگرا که در آمریکا هستند امتیازات را بین خودشان تقسیم کردند و اصلا مشخص نیست که او پسر یک اصولگراست یا پسر یک اصلاح طلب. سالها قبل نیز علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته بود 3000 نفر از آمار دانشجویان ایرانی خارج از کشور مربوط به فرزندان مسئولان است و مجلس آنهایی که با استفاده از رانت مهاجرت کرده اند را باز می‌گرداند. گفتنی است علیرضا زاکانی سالها نماینده مجلس شورای اسلامی بود و اکنون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده قم است. زاکانی همچنین در ادامه اعلام کرد که 2 واحد 95 متری در خیابان ایران دارم که در آن زندگی می‌کنم. همسرم یک خانه 75 متری در پردیسان قم دارد. ماشین ندارم. درآمد پزشکی هیئت علمی می‌گیرم. 4.5 میلیون به همسرم میدهم برای گذراندن زندگی. بنده و خانومم خدمت شما عرض کنم که خیابون ایران دو تا خونمون، یه خونه 95 متریه که طبقه اولش هم اجاره دادیم، طبقات دیگه‌اش مال دامادامه که خونه هاشون رو فروختن اومدن با ما همکاری کردن خونه رو ساختیم. چند طبقه است؟ 5 طبقه است. و دو مادام هم دو تا خونه داشتن فروختن. ما یه زمین 53 سال ساخت داشتیم، 55 سال ساخت. ساختی در آمین رو ساختیم، زمینش مال من بود، پولش اونا آوردن، بخشم پول من گذاشتم این خونه رو ساخت. و خودروی هستی؟ الان دو تا واحد 95 متری دارم تو خیابون ایران که خودم اونجا زندگی میکنم و خدمت شما عرض کنم که خانومم یه خانه 75 متری توی پردیسان قم داره. درسته؟ یعنی کل دارایی ما هم هیچی غیر از این هست. خودرو ندارم. ندارید؟ حقوقتون، درآمد ماهانه‌تون چقدره؟ من درآمد هیئت علمی میگیرم، به عنوان پزشک متخصص هیئت علمی میگیرم. همیشه هم گفتم تو مثلا الان هیئت علمی ها بالغ بر 20 تومن میگیرن و بنده، اما میزان هزینه کردی که برای زندگیم دارم انجام میدم الان امسال 4.5 میلیون تومان به خانومم میدم زندگی بنده رو اداره کنه، علاوه بر اینکه پول آب و برق و گاز رو هم خودم میدم. درآمدتون پس همون حدود من پولاش رو از گفتم، من از همون ابتدا هم گفتم بنده این پول رو اونقدری که حقمه روش برمیده، حقمه یعنی زندگی میچرخه روش برمیدم، باقیش رو میذارم صرف کار خیر و انقلاب و اینا میکنم. یعنی با 4.5 میلیون؟ 4.5 میلیون به خانواده هم میدم. خانواده؟ آره خانومم میدم. پول آب و برق و گاز و تلفن رو هم خودم میدم. بسیار خوب. مسکنم که مال خودمونه دیگه. هزینه تبلیغات انتخاباتیتون چطور تامین میشه؟ خدمت شما عرض کنم که بنده بنا ندارم تبلیغ پرهزینه کنم. پولم داشتم هزینه نمی کردم. اقتصاد نیوز هم در این باره نوشت باز هم یک بام و دو هوا. این بار فرزندان سوژه انتخابات هستند. فرزندانی که در خارج از کشور هستند اما نحوه مواجهه با پدران آنان که کاندیدای ریاست جمهوری بودند متفاوت است. چشم بر حضور و حتی تولد نوه یک کاندیدا در خارج کشور بسته می شود و حضور دختر کاندیدای دیگر اتهام بزرگ محسوب می شود و برخی دلیل رد صلاحیت پدرش را همین اقامت دختر در خارج کشور می دانند. دختران علی لاریجانی و علیرضا زاکانی سوژه این روزهای سیاست و انتخابات است. نکته قابل توجه آنکه پس از هجمه به لاریجانی به سبب حضور دخترش در آمریکا یک حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد هیچ داوطلبی صرفاً به دلیل اقامت بستگان در خارج از کشور رد صلاحیت نشده. همین موضوع مشخص کرد که پروژه تخریب علی لاریجانی از مدت‌ها قبل از سوی مطرح کنندگان حضور دختر لاریجانی در خارج کشور کلید خورده بود. نخستین بار خبرگزاری فارس بود که نوشت یکی از دلایل تأخیر در بررسی صلاحیت نامزدها بحث و بررسی وضعیت اقامت فرزند یکی از کاندیداهای مشهور در آمریکا از نظر اقامت و تابعیت است و مسئله مورد بحث دیگر مربوط به احراز سلامت جسمی یک کاندیدای باسابقه است. با اعلام خبر رد صلاحیت لاریجانی گمانه‌های زیادی از جمله اقامت دختر او در خارج کشور مطرح و برخی این موضوع را
دلیل عدم تایید لاریجانی عنوان کردند. رسانه‌های دلواپسان اصولگرا به علی لاریجانی هجمه بردند و اقامت دخترش در کشور دیگر را سوژه تخریب قرار دادند. در ابتدا حسین مطهری درباره حضور دختر علی لاریجانی در آمریکا نوشت: دخترعمه بنده خانم دکتر فاطمه لاریجانی فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه تهران برای دوره تخصص همراه با همسرش به آمریکا رفته و نه تابعیت دارد و نه اقامت. برای یک انتخابات دین و شرف خودمون رو نفروشیم. زمان زیادی نگذشت که مشخص شد دختر یکی از کاندیداهای تایید شده هم ساکن خارج کشور و حتی فرزندش هم در همان کشور متولد شده است، اما این بار دلواپسان اصولگرا خودشان را به ندانستن زدند و سکوت کردند. دختر علیرضا زاکانی در سوئیس است و گویی شرایط او با دختر لاریجانی فرق دارد. بخش عمده آنانی که به لاریجانی به سبب حضور دخترش در خارج کشور هجمه بردند از حامیان دلواپسانی مانند زاکانی هستند و شاید به همین دلیل بوده که این کاندیدای ریاست جمهوری ترجیح داده پیش از طرح سوالی درباره این موضوع به انتشار بیانیه‌ای بپردازد که در آن آمده است: بر این اساس ادعا شده که دختر علیرضا زاکانی دو تابعیتی بوده و در کشور سوئیس ساکن است، اما واقعیت این است که شایعه دو تابعیتی بودن و سکونت دائم در سوئیس صحت نداشته و وی حدود یک سالی است که پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشت است. لازم به ذکر است که وی هیچ گونه بورسیه تحصیلی از داخل و خارج ایران دریافت نکرده و هیچ تعهدی نسبت به دانشگاه و کشور محل تحصیل ندارد. در خصوص تولد نوه علیرضا زاکانی در سوئیس نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان به دنیا آمدن وی همزمان با پایان ترم دوم تحصیل دخترشان بوده و چون تاریخ تولد نوه ایشان دو روز با امتحان آخرشان فاصله داشته، عملاً امکان تولد کودک در ایران وجود نداشته. البته ناگفته نماند نه تنها قانون تابعیت بر اساس تولد در خاک کشور سوئیس وجود ندارد و متولدین در این کشور تابعیت این کشور را نخواهند داشت، بلکه هیچ امکان دیگری را برای اقامت بلند مدت نیز همراه ندارد. فرزندان بسیاری از مسئولان در خارج کشور هستند و نکته قابل تأمل آنجاست که بیشتر آنها از جریان اصولگرایی هستند که شعارهای ضد آمریکایی و عدم سازش با غرب سر می‌دهند. دو دختر حداد عادل مدتی در آمریکا بودند و او درباره یکی از دخترانش می‌گوید شوهرش در یک خانواده شهید پرور در آمریکا متولد شده است. یا ماجرای دختر محمد علی کی‌نژاد عضو ارشد شورای انقلاب فرهنگی از یک تصویر کریسمسی شروع شد. فرارو نوشت تصویری که خود سلوا خانم منتشر کرده بود و در آن به همراه همسر و دخترش لباس کریسمس پوشیده بودند. سید مهدی صدر و ساداتی روحانی مشهور اصولگرا در فضای مجازی این عکس را منتشر کرد و نوشت انقلاب فرهنگی از این بالاتر که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند. دی ماه سال گذشته هم آفتاب نیوز از حضور پسر ولایتی در همایشی خبر داد که نام همایش برگرفته از فیلمی ساخته مارتین اسکورسیزی است که روایتگر زندگی فردی به نام جوردن بلفورت است که با دوز و کلک و فروختن اموال به درد نخور در بورس به ثروت کلانی دست می‌یابد و ثروتش را صرف مصرف کوکائین و مشروب و دختربازی و غیره می‌کند. جالب آنکه فرزندان ولایتی در این همایش در کنار جوردن بلفورت نشسته بودند تا بیشتر با دیدگاه‌های او آشنا شوند. سایت‌های خبری در شهریور 98 نوشتند هر شش فرزند شهردار قم برای زندگی و تحصیل در آمریکا به سر می‌برند. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.